فلفل دلمه‌ای یکی از سبزیجاتی است که به علت شکل زیبا، جنس جذاب، طعم متفاوت و رنگ‌های متنوع بسیار مورد توجه قرار دارد. این گیاه در 4 رنگ مختلف سبز، زرد، نارنجی و قرمز در بازار عرضه می‌شود. جالب است بدانید که هر کدام از این رنگ‌ها معرف خاصیت ویژه‌ای از این گیاه است. رنگ‌های مختلف در فلفل دلمه‌ای نشان دهنده مواد تشکیل دهنده متفاوت آنهاست. فلفل دلمه‌ای قرمز لیکوپن بیشتر و فلفل دلمه‌ای سبز کلروفیل فراوانتر دارد. رنگ نارنجی نشان دهنده بتاکاروتن و رنگ زرد معرف لوتئین و زئاکسانتین در فلفل دلمه‌ای میباشد. فلفل دلمه‌ای به علت دارا بودن آب میان بافتی فراوان یکی از کم کالری ترین سبزی ها میباشد. با توجه به اینکه فلفل دلمه‌ای سبز رنگ در میان اکثر افراد شناخته تر میباشد، اما پیگمان های ایجاد کننده رنگ قرمز، نارنجی و زرد خواص بسیاری دارند. از نظر طعم فلفل دلمه‌ای سبز کمی تلخ تر است و فلفل های زرد، نارنجی و قرمز شیرین تر هستند و به حالت میوه بیشتر شبیه میباشند. فلفل دلمه‌ای سرشار از ویتامین‌های گروه B مانند تیامین، ریبوفلاوین و B6 است که ویتامین‌های مؤثر در تبدیل مواد غذایی به انرژی می‌باشند. فلفل دلمه‌ای همچنین گیاهی سرشار از فیبر، پروتئین و آهن می‌باشد. علت رنگ سبز این فلفل دلمه‌ای مقادیر فراوان کلروفیل در آن می‌باشد که در پیوند با منیزیم است. منیزیم در بهبود حافظه و یادگیری اثرات زیادی دارد. همچنین منیزیم در جهت کاهش فشار خون مؤثر است. مقادیر فراوان B6 و منیزیم موجود در فلفل دلمه‌ای سبز باعث کاهش استراب ناشی از سندروم پیش از قاعدگی می‌شود و به منظور بهبود علائم این سندروم مؤثر می‌باشد. فلفل دلمه‌ای سبز رنگ وقتی خیلی رسیده می شود به رنگ قرمز تبدیل می شود که رسیده تر، شیرین تر و با طعم ملایم تر است. ویتامین C و کاروتنوئیدها در حالت رسیده بیشتر هستند. همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی در فلفل دلمه‌ای قرمز رنگ بیشتر از فلفل دلمه‌ای سبز می باشد. به منظور تهیه فلفل دلمه‌ای قرمز باید توجه کرد که رنگ آن روشن باشد و پوست سفتی داشته باشد، ولی فلفل‌هایی که پوست کدر و چروکیده دارند به سمت فرایند فساد پیش می‌روند و مواد مغذیشان به شدت افت می‌کند. با وجود اینکه فلفل دلمه‌ای سبز و زرد هم منابع خوبی از ویتامین C می‌باشند، اما فلفل دلمه‌ای قرمز بیشتر میزان ویتامین C را دارا می‌باشد، به گونه ای که 2 برابر نیاز روزانه ویتامین C بدن را تامین می کند. مسئول رنگ قرمز شفاف در فلفل دلمه‌ای لیکوپن می باشد که آنتی اکسیدان بسیار قوی است و تحقیقات متعدد ثابت کرده است که لیکوپن از سرطان پروستات و بیماری های قلبی پیشگیری می کند. لیکوپن ماده‌ای است که وقتی در معرض حرارت قرار بگیرد آزاد می شود. بدین منظور لازم است که کمی آن را در روغن تفت داده یا کبابی کرد. با اینکه فلفل دلمه‌ای سبز رنگ متداول ترین نوع فلفل دلمه‌ای در قفسه مغازه‌ها می‌باشد، اما نوع زرد آن محتوای مقدار بیشتری از ویتامین هاست. فلفل دلمه‌ای زرد منبع بسیار خوبی از ویتامین C است. یک فلفل دلمه‌ای متوسط زرد رنگ نیمی از نیاز روزانه به ویتامین C را برآورده می‌کند. فلفل های زرد، نارنجی و قرمز منبع بسیار خوبی از کاروتنوئیدها هستند. کاروتنوئیدها گروهی از مواد شیمیایی گیاهی می باشند که سلامت چشم ها را به همراه دارند. کاروتنوئیدهای موجود در فلفل های دلمه‌ای عبارتند از 1. بتاکاروتن که مسئول ایجاد رنگ نارنجی در هویج، کدو حلوایی، فلفل دلمه‌ای نارنجی و غیره می باشد. در سلول های بینایی تبدیل به ویتامین A می شود که این ویتامین به منظور تقویت فرایند بینایی بلخص در نور کم کاربرد دارد. 2. لوتئین و زئاکسانتین که رنگ زرد را در زردآلو، فلفل دلمه‌ای زرد و غیره ایجاد می کند. از مواد اصلی تشکیل دهنده ماکولای چشم می باشند و ماکولای چشم را از آسیب‌های ناشی از افزایش سن محافظت می کنند و کمبود آنها آب مروارید را در پی دارد. در حقیقت فلفل دلمه‌ای زرد و نارنجی را می توان نوعی عینک آفتابی طبیعی برای چشم‌ها دانست. به طور کلی انواع فلفل از جمله فلفل دلمه‌ای جزء مواد غذایی آلرژیزا محسوب می‌شوند و بهتر از افرادی که پوستی حساس و تحریک پذیر دارند و با مصرف غذاهای آلرژیزا دچار جوش، کهیر، آکنه و اگزمای پوستی می‌شوند، انواع فلفل دلمه‌ای را از رژیم غذایی خود حذف نمایند.